یکی از مشکلات والدینی که به تازگی دارای فرزند شدن مشکل کولیک یا قولنج یا دلدردهای در واقع دوران نوزادی هستش که در واقع یکی از نگرانی‌های والدین هستش، چون در واقع تایمش به صورتی هستش که وقتی والدین میخوان شب بخوابن تازه این گریه ها شروع میشه، طولانی هستش، در واقع میتونه حتی 3 ساعت هم طول بکشه و خیلی در واقع باعث میشه که والدین احساس خستگی بکنن در این دوران. میخوام یک سری راهکار بهتون یاد بدم که در واقع کمک میکنه بتونیم این مشکل رو تو بچه‌های مقدار در واقع کمترش بکنیم و بتونیم باهاش بهتر کنار بیایم. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشین که چند تا راهکار میخوام بهتون بگم که کمک میکنه این کولیک یا قولنج نوزادی تا حد زیادی در واقع برطرف بشه و کم بشه. سلام، من مهدی هستم، خوش اومدین به کانالم. اگر تازه وارد کانال من شدین میتونین دکمه سابسکرایب رو بزنین که به کانال من ملحق بشین و زنگوله کنارش هم بزنین، هر زمان ویدیو جدید منتشر شه مطلع میشین و میرین اون رو میبینین. امروز میخوام چند تا راهکار بهتون یاد بدم که کمک میکنه کولیک نوزادی یا قولنج یا دلدردهاش در واقع تا حد زیادی برطرف بشه. ببینین، کولیک قانون 3 داره، معمولا از 3 هفتگی علائم شروع میشه، گاهی ممکن البته 2 هفتگی هم شروع بشه که خیلی زودش دیگه، معمولا 2-3 هفتگی شروع میشه و معمولا دیگه تا 6 ماهگی برطرف میشه، ولی گاه هم ممکنه تا 7-8 ماهگی هم باقی بمونه. گریه ها در واقع طولانی هستش، تا 3 ساعت ممکنه طول بکشه، 3 روز در هفته هم هست، معمولا سر ساعت معینی شروع میشن، از تایمش معمولا از بعد از ظهر یا غروب شروع میشه و تا آخر شب مثلا ممکنه حتی ادامه دار باشه و حتی ممکنه شب که والدین میخوان بخوابن این گریه ها شروع بشه و در واقع یک جورایی میتونه در واقع باعث نگرانی و خستگی والدین در این دوران بشه. علتش میخوام بگم علتش چی هستش. ببینید، در واقع بعضی از نوزادان نسبت به حرکات رودهیشون خیلی حساس هستن و دچار احساس درد میشن، وقتی که به خصوص وقتی هوا در واقع میبلعن این احساس بیشتر میشه و چون نوزادان خودشون توانایی ندارن که اون هوای اضافی رو خارج کنن یا آروغ بزنن، هوا جمع میشه و باعث احساس درد و ناراحتی در بچه‌ها میشه که معمولا همراه با گریه قرمز میشن، جیغ میزنن، قرمز میشن و حتی در موادی که خیلی شدید باشه پاهاشون رو به داخل شکم جمع میکنن که ما میتونیم در واقع یک سری کارها انجام بدیم که باعث بشه اینها کمتر بشه. چی کار میتونیم بکنیم؟ اگر نوزاد شیر مادر خوار هستش، باید در واقع مادر طوری به بچه شیر بده که در واقع سینه مادر به طور کامل در دهان نوزاد قرار بگیره که امکان ورود هوا به دهان نوزاد فراهم نشه. بهترین پوزیشن هم نیمه نشسته هستش که مادر در واقع بچه‌شو شیر بده. اگر از طریق شیشه داره تغذیه میشه، کامل باید اون دهانه شیر، شیشه شیر کامل پر از شیر باشه و خالی نباشه که امکان ورود هوا رو فراهم بکنه. نکته بعدی اینه که به ازای هر مقدار شیر، حالا کم هم که خورد، وسط شیردهی قطعش بکنین و آروغشو بگیرین. گاهن حتی ممکنه نیاز باشه 2 الی 3 بار هم در طی اون شیردهی در واقع نیاز باشه که آروغش رو بگیرین. در واقع به روی شکم میذارین نوزاد رو و به پشتش چند ضربه ملایم میزنین یا روی شونتون میتونین قرار بدین و به پشتش ضربه بزنین. گاهن حتی ممکنه تا 30-40 دقیقه لازم باشه شما این فرایند آروغ گرفتن رو یعنی ادامه بدین تا زمانی که نوزاد آروغ بزنه، که این در واقع خیلی کمک میکنه که اون دلدردهاش کمتر بشه و بعد از اتمام شیردهی هم همچنین کار رو میتونی تکرارش بکنه. در مورد کولیک فقط این نکته رو توجه داشته باشین که این فرآیند کاملا طبیعی هستش و بیماری به حساب نمیاد. این فرآیندی هستش که گذرا هستش، فقط باید بتونیم در واقع راهکاراشو بلد باشیم که چیکار کنیم که در واقع این مرحله سپری بشیم، این مرحله رو در واقع به خوبی پشت سر بذاریم. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم رژیم غذایی هستش که مادر در دوران شیردهی داره مصرف میکنه. اگر مادر خودش شیر میده، باید رژیم غذایی شده یه مقدار تغییر بده. موادی مثل حالا موادی که نفاق هستن یا شیر، مخصوصا لبنیات به صورت سرد به خصوص میل نکنه. حبوباتش رو در واقع محدود بکنه. سیر، پیاز، گوجه، بادمجون، غذاهایی که سرخ کردنی هستن و پرچرب یا پر ادویه هستن رو در واقع مادر بهتر از رژیم غذایش حذف بکنه، به خصوص در این دورانی که نوزاد دچار کولیک میشه.
بعضی وقتا هم بعضی از نوزادان در کنار علائم کولیک ممکنه آلرژی هم داشته باشن که در واقع قاطی بشه با علائم کولیکشون، که معمولا نوزادانی که آلرژی هم دارن علائم دیگه مثل خارش، قرمزی، ممکنه حتی خون در مدفوعشون دیده بشه که اینها در واقع باید بیشتر بررسی بشه که این در واقع دیگه یک مسئله طبیعی به حساب نمیاد. ولی اگر فقط کولیک باشه یک مسئله طبیعی هستش، ما با راهکارهامون میتونیم در واقع مسئله رو تا حد زیادی برطرف بکنیم. اقدام دیگه ای که میشه انجام داد اینه که نوزادتون رو میتونید روی شکم قرار بدین، یک حوله گرم، کمپرس گرم در واقع قرار بدین روی شکمش که کمک میکنه آروم تر بشه. و بعضی وقتا میتونید کالسکه قرار بدین به چرخون یا تو ماشین ببرین مثلا دور بزنین، ها اینا کمک میکنه که یک مقدار در واقع اون حالتاشون برطرف بشه. مخصوصا بچه اون اوایل خیلی تو ماشین احساس بهتری دارن وقتی در واقع ماشین حرکت میکنه، اون گری و بیقراریشون تا حد زیادی کم میشه. آخرین اقدامی هم که حالا اگر در واقع اینا رو رعایت کنید ولی بازم بهتر نشود، میتونید در واقع یک سری دارو هستش که پروبیوتیک هستش مثل بایوگا یا پدیلاکت، در واقع اینها میتونه در واقع باکتری های مفید روده رو افزایش میده و تا حد زیادی در واقع کمک میکنه به بهبود این قضیه و همچنین کوتاه‌تر میکنه این مسیر رو. یا حالا یک سری داروهایی که مخصوص کولیک هستن مثل کولیک ایدز در واقع اینها هم هست که میتونه تا حد زیادی کمک کنه باشه. ولی داروها به تنهایی در واقع شاید نتونه یا مسیر طولانی بشه و شما با این اصلاح این روش ها و راهکارهایی که در واقع بهتون گفتم اگر انجام بدین خیلی میتونه کمک بکنه که این مسئله مدیریت بشه و در واقع زودتر این مراحل طی بشه. امیدوارم نکاتی که گفتم بتونید در واقع ازش استفاده بکنید از این راهکارها، و اگر از ویدیو من خوشتون اومد لایک بکنید، نظر یا پیشنهاد دیدین حتما برام بذارین. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.